داستان کوتاه شب وحشتناک از آثار بی‌نظیر آنتون چخوف. یک بار دیگه یک داستان کوتاه از چخوف. در رابطه با خود چخوف توی یکی از ویدیوها صحبت کردیم و سعی کردیم که درباره زندگی این فرد به طور مختصر توضیح بدیم که چه اتفاقاتی در زندگیش افتاده و چه دورانی رو گذرونده و از اثرهای مهمش هم نام بردیم. اما همونطور که میدونیم اون راوی داستانهای کوچک هستش و داستانهای کوتاه رو به شکل خیلی زیبایی بیان کنه. این داستان کوتاهی که امروز در رابطهش میخوایم صحبت کنیم یک داستان کوتاه وحشتناک هستش و میشه اون رو جزو ژانر وحشت و هارور دسته‌بندی کرد. از طرف دیگه یک داستانی هستش که واقع‌گرا و اجتماعی هستش و کاملا ممکنه که برای هر فردی این داستان پیش بیاد. داستان یک راوی اول شخص داره به نام سپتروف و سپتروف داره از خونه دوستش در دوران کریسمس سال 1883 برمیگرده و خیابون‌های خیلی تاریکی رو داره طی می‌کنه تا به خونش برسه. حالا بنا به اتفاقی چراغ‌های خیابون‌ها تو اون شب همه خاموش شده بود و هیچ کدوم روشن نبود و فضای خیلی وحشتناکی گرفته بود. اینا هم داشتن توی خونه دوستش روح اعزام می‌کردن و یکی از حضار یک واسطه‌ای بوده به نام اسپینوزا و گویا روح فردی که اعزام کردن توی اون آدم حلول پیدا کرده بوده و اون داشته از طرف اون ارواح صحبت می‌کرده و به راوی داستان سپتروف یک چیز عجیب رو میگه. میگه که تو ممکنه که به زودی بمیری و بعد خیلی مواظب باشی و توبه کنی. و وقتی که دوباره از اسپینوزا میخواد که تأکید کنه که آیا واقعا منظورت من بودم، اون میگه که بله شاید همین امشب. و این به اون یک ترسی رو داده بود که وقتی داشت تو این خیابون قدم میزد با ترس و لرز توی تاریکی راه میرفته و همش منتظر یک حادثه بوده تا بالاخره به خونش میرسه. راوی وقتی به خونه میرسه و وارد خونه کوچیک خودش میشه، نور نبوده و نمیتونسته چیزی رو ببینه. باختر هم یک کبریتی رو روشن میکنه تا متوجه بشه که چی کار میکنه بکنه و کجا هستش. وقتی که کبریت رو میزنه با صحنه خیلی هولناکی روبرو میشه. یهو میبینه که وسط اتاقش یک تابوتی قرار گرفته و شوکه میشه، فریاد میزنه و به سرعت از پله ها میره پایین به سمت در خروجی. بعد که با خودش صحبت میکنه میگه که واقعا من یک تابوتی دیدم که صورتی رنگ بود و یک تابوتی هم بود که معلوم بود که برای یک خانواده عیونی باید باشه، چون به شدت تابوت گرونی بود و منم که یک کارمند ساده‌ام این از خونه من چرا سر در آورده؟ اصلا این تابوت صورتی رنگ چرا برای من باید باشه و نکنه توی اون جنازه ای هستش؟ به شدت میترسه و میگه این باید حتما برای یک دختر از یک خانواده عیونی باشه که یه همچین تابوتی رو داشته باشه. تصمیم میگیره که بدو برگرده بره سمت خونه اون دوستش که اونجا بودن و با حالت خیلی سراسیمه و دستپاچه اون راه رو میدوه و برمیگره و میرسه دوباره به خونه اون دوستش. اونجا از پله ها میره بالا و وقتی که در میزنه متوجه میشه که دوستش دیگه خونه نیستش و خونه رو ترک کرد. میدونسته که کلید رو کجا قایم میکنه. اینا دوستای صمیمی بودن که به هم دیگه خبر دادن کلیدشون رو کجا میذارن و اجازه داشته که کلید رو برداره. کلید رو برمیداره و در رو باز میکنه، میره داخل خونه و اونجا شوکه میشه. میبینه که وسط خونه دوستش هم یک تابوت قرار گرفته که این بار این تابوت یک تابوت تیره رنگی بوده که دو برابر ابعاد تابوت قبلی که توی خونه خودش دیده بود رو داشتش. اصلا دیوانه میشه و از اون خونه دوستش میاد بیرون. یادش میره حتی کلاه و پالتوش رو که در آورده بوده برداره و همراهش بیاره، چون خب هوای دسامبر توی مسکو به شدت سرد هستش. همونجوری بدون لباس میره تو خیابون، وسط خیابون، و شروع میکنه به خودش فکر، آیا من دیوانه شدم؟ آیا دچار توهم شدم؟ من باید برم روانشناس و روانپزشک ببینم چم شده من؟
این تصمیم رو میگیره که بره بالاخره به خونه یک دیگر دوستش که دوست صمیمیش بوده به نام کریستین و راهی اونجا میشه. وقتی میرسه به خونه کریستین و از پله‌ها میره بالا، توی راه‌پله‌ها بوده که متوجه یک فریاد میشه، انگار که کریستین داد زده و بلافاصله از خونش اومد بیرون و با این مواجه شد توی راه‌پله‌ها. و این کریستین رو دید و گفت چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ کریستین گفتش که باورت نمیشه اگه چیزی که بهت بگم. من الان رفتم خونه و دیدم که یک تابوت وسط اتاقم هستش و شوکه شدم. این یعنی چی؟ بعد این راوی داستان سپتروف دستپاچه میشه و میگه که یعنی چی؟ من الان از جایی میام که دوتا تابوت دیدم، رفتم خونه خودم دیدم که اونجا یک تابوتی قرار داره که صورتی رنگه، رفتم خونه دوست دیگه‌مون که دوست مشترکشون هم بوده، اونجا دیدم که یک تابوت بزرگتر قرار داره، الان تو هم اینجا یه تابوت دیدی، پس من دیوانه نشدم، واقعا این تابوت‌ها هستن. کریستین میگه آره منم تابوت دیدم اینجا. بالاخره تصمیم میگیرن که برن سراغ سرایدار و از اون کمک بخوان که اونم بیاد بالا و ببینه که چیزایی که اینا میبینن و میبینه و یاد اینا دچار توهم شده. سرایدار هم میاد بالا، وقتی که میبینه آدم مذهبی بوده پناه میبره به خدا و شروع میکنه دعا خوندن و بالاخره کریستین تصمیم میگیره که در این تابوت رو باکنه ببینه آیا اصلا توش جنازه هست یا نه یا خالیه. وقتی که در تابوت رو باز میکنن خالی بوده و فقط یک نامه توی اون تابوت پیدا میکنه و اون رو برمیداره و نامه رو شروع میکنه خوندن. نامه از طرف دوست مشترکشون بوده که نوشته بود که من مجبور شدم که تابوت های کارگاه پدرزنم رو به شما دوستان صمیمین بفرستم، به خاطر اینکه اون فوت کرده و الان بدهکارا اومدن و میخوان اموالش رو ضبط کنن و تابوت های گران قیمتی که اون ساخته بوده تمام دارایی ما و اون هستش و اینا رو میفرستیم پیش شما، حدود یک هفته بعد دوباره از شما پس میگیریم تا بدهکارا رفته باشن بتونیم از این تابوت ها خودمون استفاده کنیم بفروشیم و سرمایه زندگیمون بشه. و تازه اینا دوزاریشو میفته که چه اتفاقی افتاده و اصلا جنازه ای توی اون تابوت نبوده و دوستشون اینجوری میتونه سرمایهش رو حفظ کنه. زمان میگذره، میگه راوی که ماها گذشته بود از اون قضیه اما اونها کماکان داشتن درمان میکردن و هنوز داشتن جلسات تراپی رو میگذروندن، اما اون دوستشون که تابوتا رو به اینا فرستادن دوباره پس گرفته، تابوتا رو فروخته، نه تنها اون کاسبی پدرزنش رو تونسته نگه داره برای خودش بلکه به اون هم کاسبی جانبی مثل سنگ قبر اضافه کرده و تونسته درآمد بیشتری رو داشته باشه. یکی خوشبخت شده و اینها بنده خدا دوچار یک تروما شده. این داستان یک محور معنایی داره و میخواد اشاره کنه که ذهن خیلی چیز قوی ازش و میتونه انقدر ما انسان ها رو به بازی بگیره که کاملا فلج بشیم و هیچ کاری رو نتونیم انجام بدیم و به همین دلیل هستش که آدم ها در برابر قدرت ذهن کاملا باز میمونن و یک مسئله خیلی ساده برای این افراد مثل یک تروما شده و اونها رو دچار بحران شدیدی کرد. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتین ویدیو رو خیلی خوشحال میشم که لایکش کنین و اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنین. منتظر نظرات شما عزیزان توی کامنت ها هستم. ممنونم که همراه من بودید. خدا نگهدار.